در دنیای مجازی در تیک تاک زنان فاحشه تاجیکستان. یک دو گفتنی من، یک دو حرفای من با زنی افغان بنام فریده که در صحیفه تیک تاکش یک نوار پهن کرده و در آنجا گفته است که زنانی تاجیکستان فاحشه هستند. هر یک نفری که یک نفر دیگر رو محاکمه میکند، اول باید خودش رو در آینه ببیند. از افت و نمودت خودت از یکان فاحشه کمایی نداری. بدن تو نمیتوانی از پشت دو سه نفر کلی زنانی تاجیکا فاحشه خونی، کلی زنانی تاجیکا فاحشه گویی، اونم در شبکه های اجتماعی. خاطر زنای تاجیکستان در کل فاحشه هستند. یک چیز رو باید بگویم، اگر که تو ندانی باید من بسام ادرس اونم که زنی تاجیک در وطن خودش در تاجیکستان جنرال هست، وزیر هست، در وزارت ها و کارخانه ها کار میکند، دکتر هست، معلم هست. اینم در وطن خودش است، در تاجیکستان خودش است. و مثل تو در خارج زندگی نمی کند و صدا بلند کند که زنانی تاجیک این گونه هستند، زنانی تاجیک اون گونه هستند. تو اول یک کمی با گریبان خودت بکش، ببین که خودت چی گونه هستی، بعدا دیگران رو محاکمه کن. اول خود تو یک نجات پرست خدا زده استی، خدا تو را دیده که یک چیره ندادید. اما نفرای نسق باز میگه بسیار غرور ناق می داشته باشن. غرور ناق باش کاس که یک چیز خوب باشی. تو نام کل خانما را بد نکو، مردم تاجیکستان ما شما را دوست داریم. شاعر خوب گفته میگه زنان را گرز دانش زیوره هست، امیدی روزگار بهتره هست. اگرچه از زنان پیغمبر نیست، همه پیغمبران را مادری هست. من وقتی نواری تو رو دیدم، حتی زبانم نمی پیچد تو رو زن بگویم و نمی دونم با اون سیکه و با اون صورت چخیل زبانی تو پیچید که اول خودت رو ندیده، اول خودت رو در ترازوی انسانی نگذاشته، می خیزی زنان تاجیک، زنان تاجیکستان رو فاحشه می خونه. یک چیز دیگر رو بگویم، مقام و منزلت زنان در تاجیکستان همیشه بلند است و بلند برداشتن این است که ما حتی برای درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه قانون داریم و برای آن همین خانومی نمیتونم افغانی که در افغانستان نیستی، خودش انا همون حرف هایی که افغان های خودتان به تو گفتن بسی بر زیادت هست. تو یک زن بی منطق هستی که درباره امو کشورت فکر نمیکنی، درباره اونمو کشور که مهاجر میپذیره هزارها تا. اولش فامیل خودم 2 سال 3 سال در تاجیکستان زندگی کردن، انقدر ملت شریف، انقدر مردم خوب، همیشه تا امروز مادرمشان یاد میکرن که چقدر مردم خوب و مهربان بودن. تو چی را میفهمی و زن بی منطق؟ هزارها تا هموطنم اونجا نشستن و پرتکت شدن و برای آنها همین خوب میشد اون زبانی که آلوده حرف های پست کرده، اون زبانی که آلوده تحقیر کرده، آن زبانی که حرف های بی منطق میزند، اون زبانت رو بپوشی و یا خوبش ببندی، چون از پشت یک نفر تو نمیتوانی کلی زنانی تاجیک، کلی زنانی تاجیکستان رو فاحشه بخونی. یک چیزی دیگر رو باید بگویم، تو سالها هم یک طرف استد عصر باید جام بکنی تا به یک تاری موی زنی تاجیک بعدا خودت رو برابر کنی، سالهای سال جام بکنی و بعدا زبانی ابلهانه خودت رو و زنی تاجیک گفتن آمیخته سازی. زنی تاجیک همیشه و همه وقت در وطن خودش تینج و آرام و آسوده بود
و همیشه زنان تاجیک شکرگزار میکنند، شکرگزار هستند که در وطن آباد و آرام و آسوده زندگی دارند و عمر به سر میبرند. مقبولی و فرهنگ تاجیک ها در دنیا کسی نداره. تاجیک افتخار است. ما از ملت تاجیکستان از طرف زی زن بیادب معذرت میخواییم.